درود بیکران دارم خدمت همه دوستان و عزیزان و سروران. صحبت‌هایی از آقای خمینی است که دوست دارم با هم بشنویم تو این شرایط و در این برهه تاریخی. شنیدنش خوبه. البته این صحبت‌های آقای خمینی رو من میذارم براتون، تحلیل می‌کنیم، ولی خب من میدونم که دوستان مذهبی میتونن ده‌ها نقض این صحبت رو در بیارن، اما این خاصیت اسلامه که شما وقتی قدرت نداری یا ابتدای گرفتن قدرت اینگونه صحبت میکنی. آقای خمینی در 27 مرداد 58 در برابر کسانی که نمایندگان مجلس هستن یک سخنرانی مهم میکنه. گوش کنیم سخنرانی مهمه که حال روز امروزه. خب یادتون باشه 27 مرداد، حتی مرداد باشه غلطی، امرداد درسته. امرداد یعنی جاودانگی، مرداد یعنی مرگ، نیستی. وقتی الف برداشته میشه نف میشه چیز، و امردال اصلا امشاسپند زرتشتی و جز فروزه های اهورامزدا هستش. به هر حال 27 امرداد آقای خمینی این سخنرانی رو میکنه. با هم یک نگاهی بکنیم. اکثریت هر چی گفتن آراشون متبرد، ولو به خلاف به ضرر خودشون باشه. شما ولیشون نیستید که بگید که این برخلاف ضرر شما هست، من نمیخوام بکنم. شما وکیل اونها هستید، ولی اونها نیستید. خدا داره میگه حکومت ولی مردمه. طبق اون طوری که خودم بکنم، شما وکیل اونها هستید. میگه باشه وکیل اوناست، ولی من میخوره برنامه هم الان چند ساعته، 5 ساعته اجرا کردم، دیشب خوب نخوابیدم، واژه ها رو چیز میشم، بد میشنم. میگه شما وکیل مردم هستید، ولی مردم نیستید. حتی اگه اکثریت اشتباه کنه شما باید گوش کنید. آقا اکثریت الان حجاب نمیخواد، ولی اونها نیستید. بر طبق البته خب میدونید وقتی اینا صورت مسئله رو پاک میکنن دیگه، کارشناساشون میگن 2-3% هن. 3% اندک حجاب نمیخوان. اون طوری که خود ملت مسیرش هست، شما هم خواهش میکنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنن که این طرح بر خلاف مسیر ملت هست، طرحش نکنن از اول. لازم نیست طرح هر مطلبی، لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن. شما اون مسائلی که مربوط به وکالتتون هست و اون مسیری که ملت ما دارد، روی اون مسیر راه را برید، ولو عقیدت این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحشه. خب باشه، ملت میخواد اینطور بکنه، ایمانو شما چیکار داره؟ خلاف صلاحش میخواد. ملت رأی داده، رأی که داده رأی متبع است در همه دنیا، رأی اکثریت، اونم یک همچه اکثریتی، اونم یک فریاد چند ماه و چند ساله ملت، اون هم این مصیبت هایی که ملت ما در راه این مقصد کشیدن. انصاف نیست که حالا شما بیایید یه مطلبی بگید که برخلاف مسیره، یعنی انصاف نیست که نمیشدم پیش نمیره. این اکثریت اگه اشتباه کنه شما نمیتونی کاری کنی، حتی اگه خلافش بخوای بری پیش نمیره. مثل همین داستان دیگه، گره کردی آقا میشه 45 روزه بعد از مهسا مثل خر تو گل گیر کردی، تظاهرات رو نتونستی جمع کنی. تمام این روایت ها که نه دستگاه امنیتی باز گذاشته شناسایی کنی، نه چرت و پرت قربتون برم، زورش نرسیده تظاهرات رو جمع کنه، تواناییش دیگه نداره، چون تظاهرات بسیار گسترده در همه جای ایران داره اتفاق میفته و نیروهای نظامی ایران گیج کرده کجا رو بخوام برن جمع کنن. گستردگی تظاهرات به گونه ایست که بخشید نمیشه جمعش کرد، هیچ قدرتی نمیتونه این سطح از گستردگی رو بتونه جمع کنه. اگر چنانچه چیزی هم گفته بشه پیش نمیرد، برای اینکه اولا مخالف با وضع وکالت شما هست و شما وکیل نیستید از طرف ملت برای هر چیزی، و ثانیاً برخلاف مصلحت مملکت هست، برخلاف مصلحت ملت هست، برخلاف مصلحت خود آقایان هست. خب ببینید این صحبت ها رو البته دوستان حزب الله بعدا میتونن 10 تا ویدیو نقضش رو بیارن. این خاصیت شاه خمینی هم بالاخره پیرو حضرت محمد دیگه. ببینید منتها اگر قضاوت رو بخوایم اینو قرار بدیم، خب اینجا آقای خمینی میگه شما وکیل مردمید، ولی نیستید و در حقیقت باید این اجازه ها رو بدید. ولی یه نکته تاریخی وجود داره، ایشون در 27 مرداد 58 میگن، بعدا خودشون حرفای خودشونو کامل تو این زمینه نقض میکنن و این حرفا نیست، بنان حتی حجاب هم اجباری میکنن در، یعنی 2 سال بعد از این حرفاشون حجاب هم برخلاف نظریه مردم اجباری میشه. و همچنان هم که میبینید که داستان چیه، و البته این خود این تفکر که هرچی اکثریت بگه درسته و بر اون قانون بشه، این خودش یک استبداد دموکراتیکه.
خودش یک استبداد دموکراتیکه، چون حقوق یک اقلیتی رو از بین میبره. اقلیت هم تعریف داریم، اقلیت از 49% شروع میشه تا 1%. شما انتخابات اگه 51% به یک طرف رأی بدن، یک طرف 49% بشه، این 49% اینا میگن اقلیت دیگه. ولی در دنیای واقعی 49% با 51% فرقی تو جامعه ندارن، یعنی مساویان. تو واقعیت اجتماعی دارم میگم. ولی تو شمارش آرا و غیره 51% میشه اکثریت، 49% میشه اقلیت. یعنی دموکراسی از هر طرف نگاه کنی باگ های بسیاری برای حکومت داری داره و خودش تبدیل میشه به یک استبداد دموکراتیک. ما استبداد دینی داریم، استبداد دموکراتیک داریم، حتی استبداد ملی داریم. این خودش یه استبداد در حقیقت دموکراتیکه. اما بر اساس این ویدیو، خب آقا بعد اجازه بدید اوکی بشه، منتها خب اینجا ما زبونمون کوتاهه، چون برای خود آقای خمینی که این گونه عمل نکردن. و این میگم این خاصیت بحث اسلام، شما پیامبر اسلام هم تا زمانی که تو مکه است و هنوز وارد مدینه یا یثرب نشده و انصار باهاش با مهاجرین یکی نشدن، یعنی مهاجرین نیومدن در یثرب و انصار مثل قوم خزرج و اوس که رهبرانشون عبدالله بن ابی و سعد بن معاذ بود، اینا پشت پیامبر وای نستادن اینا، و شمشیر اسلام آغاز نشده برای تنگه سوریال نخله، چون اولین راهزنی که انجام میشه در دنیای اسلام سوریال نخله است که بهش میگن غزوه نخله، که اون یه داستان داره. ولی حالا اولیش عموما به صورت عرفی خیلی ها بدر میدونن، منتها قبل از بعد در دوم رجب که در ماه حرام بود در نخله این کار انجام میدن. اینو من یه پرانتز باز کنم، اعراب جاهل از 200 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر در 4 ماه آدم نمی کشتن، ذی قعده، ذی حجه، محرم و رجب. و خب به برکت اسلام نام محمدی این قانون زیبای عرب ها زیر پا گذاشته میشه و در ماه حرام آدم می کشن. و خیلی جالبه که وقتی که آدم می کشن این خیلی سر صدا میکنه تو بین همه عرب ها. خداوند دوباره الله عزیز مثل سوپرمن بوده بیا آیه نازل میکنه در سوره بقره، خود آیه یادم نمیاد، فکر کنم آیه 226 و اینا باشه، نمیدونم آیه یادم نمیاد، چون دیروز هم اصلا خسته بودم گفتم سوره نل آیه 176، اصلا سوره نل 170 تا اینا آیه نداره، منظورم آیه 126 بود اگر اشتباه نکنم، که در مورد سلمان فارسی داشتم میگفتم سوره نل. حالا این آیات آدم جابجا میگه چون مطالعات قدیممه، ولی آیه نازل میشه و خداوند میگه که آقا جان اینکه به شما گیر میدن در ماه حرام آدم کشتی، به اینا بگید که چیزی که بدتر است اینه که شما مؤمنان را از زیارت کعبه محروم کردید. ببین خدا چقدر بچه میشه اینجا، ماه حرام آدم کشتی، با این تمام قوانین قشنگی که وجود داشت، مال عرب ها بوده، مال اسلام نبوده، تو ماه حرام دوم رجب آدم کشتی. خداوند آیه قرآن نازل میکنه میگه ای مؤمنان به آنان بگویید که بهتون تهمت میزنن که شما در ماه حرام آدم کشید، بگویید که بازداشتن مسلمانان از زیارت کعبه بدتر است. ای بابا، در اصل این جنایت شما در دوم رجب که خدا جون عزیزم این که چیزی رو من با این خدا بعد تو خونه خدای اسلام یه بار بیاد ما با هم بشینیم یه مناظره ای بکنیم، من با این خدا خیلی کار دارم واقعا، جدی میگم. مثل بچه ها جواب میده این خدا تو قرآن، همش میگیم آقا چرا تو دوم رجب کشتی، میگه اینا. حالا این موضوع بحث هم نیست، تا زمانی که پیامبر اسلام برگردیم، اینا رو فقط خواستم یه خورده بخش اطلاعاتی رو بگم دیروز نگفتم، تا زمانی که پیامبر اسلام در مکه هنوز به قدرت نظامی نرسیده، کل قرآن و حرفای پیامبر پند و اندرز و در حقیقت هشدار از اون دنیاست. یعنی آقا اگه حرفای منو قبول کردی، من وظیفه دارم به تو بگم، اگه قبول کردی اون دنیا بهشت و برو حوری و ژتون و حالشو ببر، اگه قبول نکردی اون دنیا جهنم دهنت سرویسه. ولی خود پیامبر وظیفه ای نداره. اما اونجایی که دارای قدرت نظامی میشن دیگه این حرفا نیست، نه غلط کردی قبول نکنی، قبول نکنی محرول الدمی، مرتدی، میزنی خارمالرت هم یکی میکنی. این داستان اینه. آقای خمینی هم از همین داستان استفاده، یعنی تا زمانی که هنوز اون قدرت رو نداره، آقا ملت هرچی دلش میخواد بگه، آقا همه فلان میکنن، آقا داستان اینجوریه. ولی بعد که یه خورده بعد از دهه 60 اینا یه خورده قدرتشون بیشتر میشه، دیگه میزنن خارمادر همه رو یکی میکنن و حجاب و اجباری میکنن. برای همین این کلیپو دوستان مذهبی میتونن قشنگ و خیلی راحت رد کنن، بهتون حق میدم، ولی این حرفام زده شده در ابتدای انقلاب، فقط خواستم همینو بگم. عاشقتونم، قربونتون برم، همتون به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.